بکنم خود ارامنه دست بیده هستم اونجام تو بالاخره یه کاری بکنن. والا دیگه بالاخره باید هم اینطوری باشه دیگه. تیمه تو چه دلیلی داره بازی میکنه؟ رو الان که دسته یکی باشگاه تهران بودیم، خوشبختانه تونستیم به عنوان تیم اول صعود کنیم، جواز حضور تو سوپرلیگ تهران آسیا ویژن رو گرفتیم که از سال دیگه لیگ شروع میشه. به هر حال داریم همت میکنیم، تلاش میکنیم، بعد از 7 سال به هر حال تونستیم تیم رو مجددا احیا کنیم. و میانگین سنه تیمتون رو فکر کنم پایینه، درسته؟ بله، تقریبا 50% تیم رو بازیکنای تیمای پایه خودمون تشکیل دادن. ارامنه هستن؟ همه ارامنه، تلفیق خوبی از بازیکنای با تجربه سالهای نچندان دور آرارات و بازیکنای پایه، تیمای پایه همونن. تقریبا 5-6 بازیکن ما همین الان در عده جوانان هم بازی میکنن و اینا رو آوردیم تو تیم بزرگ سالان، محصول خود باشگاه هست. آرارات همیشه قطب سوم فوتبال تهران بوده و همین الان که شما شاهدش هستید بیشتر از استقلال پرسپولیس الان تماشاگر داره آرارات و امیدوارم بتونیم توی لیگ آرارات رو داشته باشیم هرچه سریعتر. فکر کنم مردم ما خیلی خاطرات خیلی خوبی باهاش داشتن در گذشته. جدال این تیم با تیم‌های بزرگی مثل استقلال پرسپولیس همیشه یادآور خاطرات شیرین و بازی خوب از آرارات بود که خود شما و آقای اختر هم که از کسایی بودین که در این تیم بازی می‌کردین سال‌ها بعد به تیم‌های بزرگ رفتین و پله‌های ترقی رو پیمودین. خیلی وقت تو خبری نبود ولی الان می‌بینیم که خوشبختانه مثل که یه خبری داره میشه. بله، و ما توی 7 سالی که تیم داری نکرده تیم آرارات، بعد 7 سال اومدیم یه تیم تشکیل دادیم و بعد اومدیم از یه باشگاه تهران شروع کردیم که ببینیم به قول معروف این قدرتمون رو بسنجیم، ببینیم تو چه حدی میتونیم کار کنیم. و فکر کنم که الانم که این تیم رو مشاهده میکنیم 80% بازیکناشون زیر 25 سال. فکر کنم که در آینده تیم آرارات تیم خوبی داره، ایشالله که باز بتونیم به تیم‌های دیگه بازیکن‌های بزرگی تغذیه کنیم. همونطوری که می‌دونیم تو از بعد انقلاب و قبل انقلاب هم ما بازیکن ملی داشتیم، ان شاءالله که تیم ارسنال حتما دوباره فعالیت کنه. مینا سلام با اون پیرهن خوشگلشون همیشه یادآور خاطرات خیلی خوبی برسه هواداره فوتبال، درسته؟ از کنم خدمتون که همطور که شما فرمودید بله خاطرات خیلی خوبی داریم. ما اصلا از این ورزشگاه زمان جوانیمون خیلی بازی کردیم و از تیم آرارات هم که خاطرات خیلی خوبی داریم، بازیکنهایی که همبازی مودن سالها در تیم ملی امید، در تیمهای مختلف هم بازی کرده بودیم و همیشه از اون تیمایی بود که خیلی قدرتمند بود و حیفه یه چند سالی است که تو سطح اول فوتبال نایده بودیم آراراتیا رو، ولی خب خیلی خوشحالیم امروز اومدیم این تیم داره تو فینال بازی میکنه و امیدوارم که آرارات دوباره برگرده به روزهای خوبش. استراتون ستاره‌ای هم که داشتن دوباره رشد کنه. آره، من فکر میکنم که یه مقدار تو بعض پایه حالا شاید به علت اینکه جمعیت خیلی کمتر بوده نتونستن به اون صورت استعدادیابی بکنن، ولی همیشه بازیکن خیلی خوبی داشتن تو سطح فوتبال معمول کرد. من امیدوارم که دوباره اون خاطرات خوب گذاشته شون. تشکر از شما. خوبی؟ مرسی، متشکرم. شما زنده باشید. آقا خیلی خوشحالم که ببینیم آرارات به هر حال این روزها صحبت ازش میشه. همه خاطرات مربوط به گذشته میشه. فکر کنم حدود 7 8 10 سال گذشته. چه مشکلاتی داره آرارات که حالا نمیتونه مثل گذشته هم ستاره بده به فوتبال کشورمون، همین که خودشو مطرح کنه؟ مشکل که زیاد داره. مشکل اساسیمون برمیگرد به مسئله مالی باشگاه که نمیتونه بچه ها را حمایت کنه از نظر مالی. امسال هم که ما این تیما شروع کردیم و نتیجه خوبی هم گرفتیم، اینا حمایت میخوان و الا امسال سال آخرمون میشه. حیفه، ما پتانسیل های خوبی داریم تو بچه های ارامنه که میتونن به فوتبال ملیمون حتی کمک کنن، کما اینکه در این تمامی سال ادوار ما بازیکن ملیمون داشتیم
فقط ما خواهشمون اینه از مسئولین که یکم به این تیم، از این تیم حمایت بیشتری انجام بدن، کمک‌های مالی بدن به تیم و حمایت مادی و معنوی که بتونیم ما ادامه بدیم. آیا بزیک مشکل چی بوده در این چند ساله؟ مشکل همون مشکل همیشگی مالی بوده؟ بله، مشکل همیشگی مالی بوده. پس شما محدودیت دارین که بازیکن حالا غیر ارامنه بیاری یا نه؟ خودتون ترجیح میدین؟ بر اساس اساسنامه باشگاه بله. خب این یکی از مشکلات باشگاه رابطه؟ خب طبیعتاً بله، به هر حال مشکل هست، ولی خب به هر حال باید یکی باید رعایت بشه. مثلا اونه که مثلا تیم‌های شهرستانی ما، مثلا تیم‌های که در شهرستان ها مثلا ملوان انزلی بگه آقا فقط بومی باید باشن و این در بلند مدت آسیب میرسونه که قطعا این آسیب هم رسیده به شما. تا به حال چیزی که قانون بوده و باید این بوده، حالا تا از آن روز بعد چه اتفاقی میفته و چه تصمیماتی گرفته میشه دیگه، حالا اون بستگی به مجمع باشگاه و هیئت مدیره. این تیم به نظرتون پتانسیل حضور در لیگ برتر عارض مجدد داره یا نه؟ فکر میکنم باید کار بشه. این تیم ما از قصد مثلا جوان انتخاب کردیم که بتونیم در سالهای آینده هم تجربه کسب کنم، بتونم تو لیگ برتر بازی کنم. پتانسیلش رو داریم، اشتباهی که دیگه ندارم کمک بشه قطعا میشه. تا لیگ برتر فکر کنم راه زیاد داره، درسته؟ راه که زیاده، ولی خب امیدواریم به هر حال با شروع خوبی که داشتیم و تونستیم به هر حال موفقیتی رو هم در همون قدم اول کسب کنیم، چشم امید داریم به متولیای ورزش، به همه ارامنه که همیشه بودن. شما الان هم میبینید چجوری اومدن دارن تیمشون رو حمایت میکنن. امیدواریم که متولیان ورزش جایگاه واقعی آرات رو به عنوان یک باشگاه مولد بازیکن ساز بشناسن و بتونن در حد توانشون، در حد لیاقت آرات و خدمتی که به ورزش ایران کرده بهش برسن. بعد وزارت ورزش که کمکی چیزی شامل حال شما نمیشه؟ ببینید چرا که نه، اتفاقا چندین بار خود آقای دکتر گودرزی هم اذعان کردن که حاضرن به باشگاه آرات کمک کنن. ما هم عنوان کردیم به هر حال در راستای برنامه‌های اقتصادی که داریم دوست داریم بیشتر کمک دوستان، ما کمک مستقیم و مالی نمی‌خوایم. اگر بشه که بتونن راهکارها و مجوزهایی رو برای ما صادر کنن که با پتانسیل خود آرارات بتونیم درآمدزایی کنیم، خب این برای ما مطلوب‌تره. تیم آرارات همچون گذشته پتانسیل حضور در لیگ برتر داره؟ در حال حاضر نه، ولی با کمک همدیگه و اضافه کردن بازیکنایی که توی تیمای دیگه دارن بازی میکنن ما میتونیم از لیگ دو شروع کنیم. ولی اگه نه، اونجوری نیست که بتونیم در حال حاضر لیگ یک یا لیگ برتر داشته باشیم، ولی پتانسیل داشتن تیم خوب در حد لیگ دو داریم که خروجی داشته باشه. ببین ما همیشه، ما هممون از کنار آرارات با تیم داشتن آرارات تونستیم به تیمای خوب ایران را پیدا کنیم و شما مطمئن باشید اگه آرارات توی لیگ تیم داشته باشه حتما خروجی داره. خروجیش چیه؟ که بازیکن ستاره آرارات رو تیمای دیگه میبرن. الان شما میدونید کمترین پولی که واسه یه بازیکن ترانسفر میکنن تو همین لیگای ما 200 300 400 500. خب ما اگه با این رده ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، ما فقط اسم آرارات رو نگه می‌داریم. ولی اگه می‌خوایم از آرارات اسم آرارات بمونه و ستاره از توش بیرون بیاد، ما هر چه سریع‌تر باید وارد لیگ بشیم که خروجیش بازیکن به تیم‌های دیگه لیگ داشته باشه. شما مطمئن باشید ما توی لیگ شرکت کنیم، سال یک یا دو تا بازیکن به تیم‌های خوبه ایران را پیدا می‌کنیم.